And the Oscar goes. دکترم به شما گفته که به هر چیزی که میخوای برسی باید تجسمش کنی. منم دارم تجسمش میکنم، البته میدونم این آخرشه، ولی خب همه اولش آخرشه تجسم میکنم که حداقل به وسطاش برسم. ما بچه شهرستانم، مطمئنم خیلی از شما هم شهرستانی هستین، چون به نوعی میگن تهران پر شده از شهرستانی هم. من 2 ساله بودم که پدرم و مادرم جدا شد و چون تک فرزند بودم تمام بار زندگی و استرس و بدبختی و ترس از دست دادن پدر روم سنگینی میکرد. باورت میشه بزرگترین آرزوی من در دوران نونهالی و کودکی و نوجوانی چی بود؟ این بود که یک بار بیام خانه و غذای خانگی بخورم. سرمایه به وام یه سماور برقی و چند تا استکان جرم خورده بود. هر موقع هم که میامدم خانه آه و نالش ملودی زندگیم بود. ما بچگی بساط میزدم تو خیابان، خیلی فقیر نبودیم ولی خب زندگی خوبی هم نداشتیم. موزمان کیف زنانه میفروختم، بعد هر چی سود میکردم میرفتم کلوب باش ویدیو کرایه میکردم با 2 تا فیلم. بیشتر فیلم ها یا جکی جان بود یا بروسلی یا فرانکی. خیلی هار نبودیم، خیلی وحشی نبودیم. این فیلم ها رو میدیدیم، صبح میرفتیم تو مدرسه رو به چای دی عقده هامونه خالی میکردیم، مخصوصا به چای که غذای خانگی میخوردم. من بچگی عاشق فیلم و سینما و بازیگری بودم، البته نه مثل بعضیا تازه چهره شدن تو تلویزیون. دیدین معاشانم رای میکنن ای خدا میکنن، نه من واقعا عاشق فیلم بودم، به خاطر که باعث میشد او چند ساعتی که غرق در فیلمم زندگی نکبتبار می فراموش کنم و احساس بکنم آدم دیگه هستم. تو شهر ما 2 تا سینما بیشتر نبود، یکیش میشد با خانواده رفت، یکیش نمیشد با خانواده رفت. اونی که میشد با خانواده رفته منی میتونستم برم چون من خانواده ای نداشتم. اونی که میشد بدون خانواده رفته میشد رفت، اما اگر حواست میرفت و غرق در فیلم میشدی ممکن بود یه نفر بشینه کنارت که بله. منتها نه که من بچگی ول بودم تو خیابان و استخوانی بودم، هیچ گونه جذابیتی به این افراد به خصوص افراد سالمند نداشتم. یه زمانی هم توی یک کارگاهی کار میکردم که ازش یه یادگاری دارم، اونم اینه که مهرای کمر من الان انحنا پیدا کرده از بس گونی سنگین برنج میدادن من جابجا کنم، ولی یه خوبی داشت، اینکه غذای خانگی درست میکرد. تنها چیزی که باعث میشد اول اصلا من سنگینی وزن گونی برنج تحمل کنم بود که خودم جای نقشه اصلی فیلمایی که میدیدم میذاشتم. مثلا یه زمانی این آرنولد جابجا میکردم اونجوری. چطوره ماما؟ زبط. یا خودم جای بروسلی میذاشتم میگودم چطوری محمد خودت؟ ولی بهترین جایگزینی که داشتم جک تایتانیک بود. هیچ وقت یادم نمیره وقتی اوسام داشت قزغان اونجوری به هم میزد رفتم اپو چسبیدم به شش. وقتی منو نگاه کرد یه چک خوابان بیخه گوش من و من نشان بیرون. اینا رو نمیخوام بگم من چقدر سختی کشیدم، نه همه شما هم سختی کشیدین. میخوام بگم چی شد من اومدم تو کار بازیگری.
یه بار خانه یکی از این رفیقاما نشسته بودم جا داره اینجا هم مادرش تشکر کنم. بنده خدا انقدر من جلوی سمبوسه‌ها و فلافلیا دیده بود به بچه‌اش گفته بود هر موقع آمدی خانه اینم بردار بیار خانه، چون با تغذیه‌ای که ای داره فکر نکنم تا 2-3 ماه دیگه بیشتر زنده بمونه. ما نشسته بودیم داشتیم غذای خانگی می‌خوردیم، معده ملانمون جذب گرفته بود، شروع کردیم ادای ندرا آوردن ادای ندرا آوردن. اتفاقا برادر رفیق ما هم اونجا بود که کارگردان تئاتر بود، دیدم این زیر چشمی ای داره منو نگاه می‌کنه. یهو اومد چرا گفت پسر تو چقدر بامزه‌ای، چقدر استعداد داری، به نظر من تو باید بازیگر شی. همینی که نگاه یهو تصویرت به وای من اومد تو ذهنم، به وای من همونجور که هیتلر دشمن یهودیا بود به قول خودش دشمن قرتی بازی ها و مطرب بازی ها بود، تمام تصورت به وای من بازیگری بود که بازیگرای مردش یا عرق خورن یا دامون خمرن یا تریاکی ان، راجع به زناشون هم میگفت اینا هیچی. من چشام بستم باز کردم دیدم کارگردانه گفت چی شد تصمیمت گرفتیم؟ ما هم لبخند موسیقی زدیم و گفتیم بی خیال ما شد، اونم بی خیال شد. ولی من بی خیال نشدم. چرا؟ چون در مگ کرمی شکل گرفت. رفتم پاتوقمان. پاتوقمان هم یه فضای سبت بود که اتفاقا یه سالن تئاتر هم کنارش بود. یه سری آدم دور هم جمع می شدیم، الاف، بیکار، ویلان، بی پول، ابزور، فقط بحث میکردیم. بحث یه ور بحث. این اگه اون لحظه که ما بحث میکردیم فیلم برداری میکردن، هر کی میدید خیال میکرد سران پنج به علاوه یک دارن بحث میکنن. بعد از ما چیزی نیمه ما به جاده دریا فیلتر سیگار که خود شهرداری بنده خدا 3-4 نفر استخدام کرده بود که فیلتر سیگارای ما رو جمع بکنن. بعد در این جمع هر رویایی داشتی، هر هدفی داشتی، هر آرمانی داشتی، هر آرزویی داشتی، وقتی بازگو میکردی یه جواب بیشتر نداشت. برشیتا حوصله داری ها؟ کشی بشم آخرش کشی. یه بار داشتیم بحث میکردیم اوراجه به سیاست، اوراجه به اقتصاد، اوراجه به ترها، بوجای عمرانی، منم راجه به کرمم که یهو دیدم کارگردان رد شد. سری رفتم پاچش گرفتم گفتم سلام من کرم دارم. قبول کرد که برم سر تمرینش، منتها ترس بهوام بود. دروغ کی به بهوام گفتم دارم میرم سر کار. آقا تمرین روز اول ما که یه دختر از 300 متری نیده بودیم یهو افتادیم تو رانی هلو. تا چش کار میکرد دختر 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 همه جلسه اول من عاشق شدم. از اون عاشقایی که بالاترین تجسمی که میشد نسبت بهش بکنی آهنگ داروش خواندن تو جو بود. من به همون اندازه که عاشق دختره بودم اونم به همون اندازه هم من متنفر بود. انقدرم بی سیاست برخورد کرده بودم که تمرین روز سوم چهارم کل نوایی اونجا فهمیده بودن، به خصوص مامور حراسته که هر جا من میرفتم سینه خیز من دنبال میکرد که ببینه من چی میکنم. یه بار نشسته بود داشت پفک میخورد. مامور حراسته نمیگه ما دختره رو میگم. آخه من غیر از دیالوگی که روی صحنه باهاش داشتم تا حالا یک کلام من باهاش حرف نزده بودم. به خودم گفتم بابا برو حرف دلت بزن، برو خودت بشکاف. آمدم خودم بشکافم دیدم یهو یه نگاه کرد، منم یه نگاه، اون نگاه، من نگاه، من نگاه، اون نگاه، یک فضای قشنگی شد. یهو گفت پفنگ میخوری؟ گفتم چرا نمیخورم. آمدم پفک ازش بگیرم، دیدم یه چیزی سینخیز از کانال کولر زرد زرد بیرون، دیدم مامور حراست هست. گفت برو بیرون تو یه کرمی داری. گفتم به حضرت عباس آمدم ازش پفک بگیرم. هیچی، از اونجا هم منه اشاندن بیرون. خب شهرستان بود، محدود بود، همین الان هم محدوده، مخصوصا تو عدفی که من داشتم. سکار سکار گیرز تو. ولی خب اسکار کجا، من کجا، شهری که من توش زندگی میکنم کجا، شهری که توش اسکار میدن کجا. البته من با افتخار به چه شهرستانم. فقط به حرف دکتره فکر میکردم که میگو فکر کن، فکر کن به هر چیزی که میخوای برسی، فکر کن فکر کن فکر کن. ما هم اینقدر فکر کردیم کرمه در درون ما به کروکودیل تبدیل شد. به وامان درآمد عوض که فکر کردیم. گفتم به وام تایی که به وام روز به روز حالش بدتر میشد و دیگه نمیشد تنهاش بذارم. معبودم و یه سری فیلم های تکراری
وقتی غرق در فیلم میشدم یه چشم به فیلم بود، یه چشم به سرم شستشوی بوام که رو برانکارد خوابیده بود. وقتی که غرق در فیلم میشدم یه چشم به قهرمان داستان بود، یه چشم به سرم شستشوی بوام که رو برانکارد خوابیده بود. تا اینکه یه روز دیدم بوام نه چیزی میخوره نه حرفی میزنه. بنده خدا شلوارش هم خراب کرده بود، شستمش، لباساش عوض کردم، رفتم از توی یخچال یه نوشیدنی براش بیارم. تا رسیدم دیدم بوام داره میلرزه. من خیلی اون لحظه ترسیدم، رفتم همسایه‌ها رو خبر کردم. همسایه تا اومدن بوای منو دیدن سری به من گفتن تو برو بیرون یه هوایی بخور. من رفتم بیرون ولی دلم طاقت نمی‌آورد. چرا؟ چون تکیگاه من فقط بوام بود. برگشتم در وا کردم، بعد خاک سپاری من 1200 من بیشتر تو جیبم نبود. یعنی واقعا با نابودی فاصله زیادی نداشتم. من مجبور بودم به جای دختری که نداشت، به جای عروسی که نداشت، به جای دامادی که نداشت و به جای زنی که نداشت گریه کنم. بعد 40 دقیقه همه فامیلا شد که آقا این سری زن بدین الاف ای بیکار ای ویلانه. چرا؟ چون بالاترین تجسمی که نسبت به من داشتنی بود. ای اگر معتاد نشه خیلی ها رو معتاد میکنه. بعضی از این فامیلا رو دیدین نسر پیازن نه تک پیاز، خودشان رو میخوان گنده جلوه بدن. یکیشان به ما گیر داده بود، همی آمد میگفت تسلیت میگم. میگفت او دختره رو بپا. دوباره میرفت میامد میگفت به من تکیه کن. من حتی زانوم هم نمیتونست به او تکیه بکنم. میگفت دختره رو بپا. آقا جان تو بالاخره باید یه فکری بکنی. میگم او زن منه، اون نپا، دختره رو بپا. بپا بپا رفتیم خواستگاری. او از زندگیش گفت من از کرمم. روزگار میگذشت و تمام اتفاقای من به 4 دسته تقسیم شده بود. 1 خوردن کیک و شیر کاکائو دامداران به عنوان صبحانه. 2 خوردن ساندویچ بندری به همراه تلفیق سس مایونز و گوجه فرنگی به عنوان نهار. 3 رفتن به پاتوق و کشیدن 2 بسته سیگار. 4 گریه و خواب. یه روزی حالم خیلی بد بود، از اون روزایی که احساس میکنی ابر و ماه و خورشید و فلک تو کارن که تو دستگاه پرس خدا قرار بدن. فشار اینو بود که من نمیدونستم از کجا میامد. یه بلیط گرفتم اومدم تهران. عاشق تهران بودم. میرفتم پیش پسرم. تازه هم دوست دختر گرفته بود. او زنگ میزد با دوست دخترش حرف میزد، میذاش رو اسپیکر، من حال میکردم. یه بار با پسرم هم رفتیم دمه در امامزاد ساله و قصه از اینجا شکل گرفت. من داشتم میگفتم السلام علیک، نمیدونم چی شد، گفتم السلام علیک یا السلام علیک یا السلام علیک یا رضا کیانیان. من رضا کیانیان را نزدیک دیدم. من به چه شهرستان رضا کیانیان را نزدیک دیدم. تا آمدم به خودم به جمعه میدم رضا کیانیان سوار ماشین شد رفت ولی کرمه هم و لحظه آمدم هم. یه سوالی پرسید که کل زندگی من تحت و شوها خودش قرار داد. کرمه هم پرسید چرا دیگران از دیدن تو اوجوری نشن؟ ها؟ چرا دیگران از دیدن تو به وجنیان؟ ها؟ چرا دیگران از دیدن تو هیجان زده نشن؟ ها؟ میگه تو چیکار داری؟ و این بازیگری به من میداد. چرا؟ چون میتونستم توش دیده بشم ولی خب پیشرفت کنم. شهرستان که نمیشد یه پفک خوردیم با لگرشان داده من بیرون. گفت چی میگی پسرم؟ من یکی یه بلیط گرفتم آمدم شهر من رویامه. گفتم برای شیطا بابا حوصله دیوانه است بابا خود کشی بشه مثلا آخرش کشی. بعد بخونه که میرن تو سینما لابی دارن، پارتی دارن، پول دارن، خوشگلی دارن، تو شی داری میمون. گفتم زره زنی خونم یه بلیط گرفتم اومدم تهران. خدا شاهد لحظه ای که از اتوبوس پیاده شدم یه ساک داشتم با 50,000 تومن پول. حتی تا شهرم نمیدونستم کجا بود ولی 2 تا چیز میدونستم. 1
خانه فامیلمان میدان قزوینه. دو، رضا کیانیان شاگرد استاد سمندریانه. حالا من اصلا نمی‌دونم میدان قزوین کجا بود. دیدم یه آقای داره رد میشه، گفتم سلام قربان، خسته نباشی، خوب هستی؟ ببخشید من می‌خوام برم میدان قزوین. گفت برو داداش، از نظر من اشکال نداره، میتونه. من احساس کردم مثل که این لحچه من خیلی قرار مورد تمسخر قرار بگیره. از همون لحظه سعی کردم بدون لحچه صحبت کنم، ولی هر موقع عصبانی میشدم سری لحچه، ولی تصمیم گرفتم بدون لحچه صحبت کنم. رفتم و شاگرد استاد شدم، بماند با پول قرضی شهریه کلاسمو دادم. من از ننه بابام خیر و محبتی ندیدم. یه بار آرزو به دل موندم یه نفر به من علافه تو خیابونا بگه از این دنیا چی میخوای، از من چاقوکش تو خیابونا بگه از این دنیا چی میخوای، ولی خدا رحمتش کنه استاد سمندریان کار ننه بابامو یه جا واسم انجام داد. گفت چی اومدی؟ گفتم اومدم که بر نگردم دیگه، هیچ وقت نشد مثل اون لحظه لذت ببرم، اون لحظه که بهم گفت پس برو ساکمان که تو وردار بیار و بمون. بعد کلاس میرفتم دم در تئاتر شهر میشستم به شوق اینکه بازیگر معروف ببینم، بازیگر چهره ببینم. بعضی وقتا که یه چند تایشون میومدن غم تو دلم فوران میکرد، بغض میکردم از اینکه میدیدم همه دور و برشون، همه دوستشون دارن، همه تحویلشون میگیرن، ولی من اینکه این همه آمال و آرزو دارم و این همه بدبختی کشیدم، درست نشستم روبروشون روی سکوها تنها و هیچکی هم دور و برم نیست، ولی غرورم اجازه نمیداد برم جلو سوالای چرت و علکی بپرسم که آقا ما از کجا بازیگر شد؟ آقا و افتخارم هم همین. تا اینکه پیشرفت روی خوشش رو بهم نشون داد. احساس اون لحظه این بود که دارم به یه جایگاهی میرسم، حتی زنگ زدم به پنج برنامه کم خبر دارم. اون اتفاق چیزی نبود جز این که با مامورای تاچر گرم سلام علیک میکردن. اوج این پیشرفت اونجایی بود که یک کدومشون به من یه بلیت رایگان تئاتر داد و من گرفتم و گفتم آقا من از کجا باید بازیگر شم؟ گفت ببری عملی کن، ببری پشت صحنه، برو جا به جا کن، فلان کن، بهمان کن، چای بریز، فلان کن، تا بالاخره یه رول کوچیک کنم. برو بابا، من از شهرستان اومدم بهترین بازیگر دنیا بشم، برم چای بریزم. خب اگه میخواستم چای بریزم میرفتم قهوه خونه کار میکردم، تازه هم جای خواب بمیدن هم پول، تا اینکه قلاب من گیر کرد. قرار شد به عنوان یک بیننده، فقط به عنوان یک بیننده برم سر تمرین یک تئاتر گروه حرفه‌ای سلبریتی معروف. آقا 6 ساعت تمرین بود، خدا سرشاره یک کدومشو یک کلام با من حرف نمیزد، کلن اکسسوار صحنه. حالا بعضی وقتا بازیگر با اکسسوار هم یه ارتباطی برقرار میکنه، جسمی، جنسی، هرچی، حالا به ما ربطی نداره، ولی ما هیچی. من دیدم خیلی داره حوصله‌ام سر میره، مثلا میدیدم بازیگر معروفه داره سیگار میکشه، سریع زیر سیگاری آماده میکردم. اون خسته نباشی، خیلی قشنگ بازی میکنه، آقا بهترین بازیگر ایرانی، ماشالله ماشالله. زیر سیگاری؟ ریلی بابا، آره. یا مثلا اون یکی بازیگر معروفه داشت چای می‌خواست، سریع قندون آماده می‌کردم. سلطان ماشاءالله، ما خانواده‌ام عاشق شما، اینقدر عالی بازی می‌کنی. قند یهو دیدم دستیار کارگردان و کارگردان دارن زیر چشمی منو نگاه میکنن، حرف میزنن. دلم طاقت نیاورد، سری زیر سیگاری قند. گفتم ما یه نقش کوتاه داریم میخوایم بدیمش تو بازی کنی. به خودم گفتم این بهترین فرصت زندگیته. آقا دورخونی شروع شد، همه بازیگرای معروف نشستم، منم با اعتماد به نفس نشستم کنارشون، منتها فرق من با اونایی بود که من از داخل خیس کرده بودم. داب 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 شروع شد، داب داب داب، دو صفحه مونده بود به دیالوگ من برسه. یه صفحه، ده خط، نه خط، هشت خط، هفت خط، شیش خط، پنج خط، چهار خط. یهو رسید به دیالوگ من، بلند شدم گفتم حتما لازم امپراتور، هر آن ممکنه شرمن ها از راه برسند و هنوز شما روی سرود تسلیم، اون تو که باید مسلط نیستی؟
سکوت سکوت. شده از شوقش از خود میدون ولی از تو خود میدون قزوین رو پیاده رفتم. شوقش هم نبود، پول نداشتیم بابا. یه بار خیلی بی پول بودم، از اون روزایی که غرورت اجازه نمیده حتی 1000 تومان بری از یه نفر قرض کنی، تا اینکه شنیدم یه جا هست که ازت خون میگیره جای 30,000 تومان بهت پول میده. رفتم. اون به خون من فکر میکرد، من به پولی که قراره از اون بگیرم. برگشت فکر کردم اومده پاکت پول. یهو دستم رو کشیدم کنار، گفتم مگه چند بار خون میگیری؟ گفت 6 بار. چشامو باز کردم دیدم حال خراب، دور میدون انقلاب وایسادم، یه پاکت پولم دستم. من فقط اون لحظه دوست داشتم بخوابم، از اون خوابایی که بابام پتو رو میکشید رومو، رادیو رو روشن میکرد. هر موقع حرف میزنیم میگه بلند شو یه کاری انجام بده، یه چیزی میگه من نمیدونم هدف دارم، من هدفم چیز دیگه یه، من به خاطر چیز دیگه دارم کار میکنم، صبح تا شبم قدم حرف میزنم هیچ کاری نمیکنم. عرضم به حضورتون که توی میون همه آدم ها یه جوونی هیچ موقع یادم نمیره، این خیلی میومد جلو سلام علیک میکرد، بعد منم خب مثلا اوایل یک دو بار خوب جواب سلامش رو دادم، بعد دیدم خیلی همینجوری زیاد میاد چیز میکنه، من دیگه تعبیرش نمیگرفتم. من اصلا مال بازی چیز نبود، مال بازیگری، مال بازیگری هم نبود، مال کارم نبود، اصلا کار بکن نبود، فقط میگفتم چی من برم دنبال الکی بلکی، دنبال جنگولک بازی و از این جور صحبت ها. کلا مال اینجا نبود، مال اونجا هم نبود، مال کجا بود نمیدونم. آره. نه بازیگر بود نه کار میتونست بکنه، معلوم نبود چی کار میخواد بکنه، خودش هم نمیدونست والا. آره 9 ماه با ما زندگی میکرد، از شهرستان اومده بود و خب جایی نداشت، اومد پلوما به خاطر کلاسایی که میخواست بره و علاقه‌ای که داشت به این کارش، خیلی علاقه داشت، تو چه جایی نداشت اومد با ما زندگی کرد. البته اولش خیلی علاقه داشت، این صبح زود میرفت آخر شب برمیگشت، ولی بعد از 9 ماه یه مقدار فکر میکنم که دل سرد شده بود و گفت که میخواد برگرده شهرستان. عجب، بعید نمیگم، ایشالله که توفیقات روز افسونو برای ایشون دارم. میگم چی نمیکنن تو رو؟ چی کارت بکنن؟ یه درک. تو خودت هم رفیق منی درک نمیکنی. میگم عزیزم چه درکی باید برات چیکار کنم؟ بنر بزنم، فرش قرمز را مندازم؟ دیگه منو تو با مترو میره میخوای یه واکن برات خالی کنن، چیکارت کنن؟ متاسفانه بیشتر این چیزی که نمود داره جهله، یعنی
جهله بیشتر اذیت میکنه. آخه تو چیز جوجه که ببخش من اصلا نه که من میگم آخه تو فکر کردی که آخه بی در و پیکره همینجوری باری به هر جهت هر بخوری؟ واقعا من نمیدونم آخه کی تو رو را داده بعد میگه من فلانه نشست دارم ورکشاپ دارم در پژوهش های آینی و سنتی ارسطو دی فرانسیه. میگم آقا تو چی میگی؟ کجا رفتی؟ چی زدی؟ بذار ببینم از کجا ساقیت کیه؟ من تا حالا به دیگه تو نگفتم. ای؟ گفتم من سر کار تو نمیگم تو بری هم شنی پدر. بعد دیگه پیداش نشد و اینو بعد چند وقت پیش دیدمش که بله با یه گروه خیلی حرفه‌ای داره تمرین میکنه. بعد الان جوریه که من خودم میرم سراغش. خیلی حال کردم. خیلی حال کرده. والا ما یه چند سالی با هم رفاقت داشتیم و گرگودار می اومد ما یه در حد حالا خیلی جزئی مثلا 20 تومن 30 تومن اینا مثلا بهش کمک میکردیم و بچه ها هر کی همینجوری تا اینکه آروم آروم دیگه این جریانه همینجوری بالا گرفت و منم حقیقتش دیگه خب زیاد وضعیت خودمون هم دیگه دیدی که اوضاع جوونا همه اینجوریه دیگه در حد خیلی معمولی مثلا میتونستیم کمکش کنیم. ما دیگه خبری ازش نداشتیم تا اینکه حالا شما اومدین. اگه شماره چیزی ازش داریم یه حساب کتابمون آقا این دیگه انقدر که ما یه مدت همش منتظر بودیم خبری ازش نشد. یه دو سالم ازش خبر ندارم. دو ساله که منتظرم. سه سالم بوده هم پوله میگذره. این پنج سال اون زمانی هم که پول دادیم مرحله مرحله خودش دو سه سال الان هفت هشت سال من اصلا درگیر این قضیه هم. یعنی اصلا چیز نی آقا جلو دوربین ایشم جلو دوربین ایشم آقا یعنی چه اسکار همشی میگه آقا بفرما اسکار آقا بیا یا اسکار بفرما دانه دسته بفرما بنده خدا هر روز میومد اینجا آدم مشتی هم بود. فردین هنوز نمورده. این همیشه پولم میده حالا میده با اون موهاشو با اون عینکشو. این آدم هیچی نمیشه. الان رفته این کارو کرده فکر میکنه که الان این کارو کرده کار بعدی دو برابر این بازی داره، دو برابر این دستمزد داره، دو برابر این احترام داره، نمیدونم چی چیه، ماشین گروه دنبالش نمیفرستن، ماشین شخصی. اصلا توی عوالمیه استاد من. من نمیدونم این میخواد به کجا برسه. من نمیدونم که از پس یه آدم علاف سطحی بی قید و بند چی میخواد بیرون بیاد. چقدر دیگه این اجتماع باید خرج این آدم بکنه که این آدم بچرخه و فکر کنه آرتیسته. بابا اینو ببرنش دیوونه خونه. اونی رو که بهش میگن آقای بازیگر یکی دیگه از ایشون آقای علاف باشی هستن. همین به درد دور پارک شهر رو بعد میاد بالاتر پارک لاله دیگه تو اوج پیشرفتش دور پارک ملت میچرخه. مرگ تو پارک قیطریه. بدم پارک جمشیدیه دفنش کنم. یه مش پارکگرد ولگرد پاچه گشاد بغل چیچی اینجام کجه اونطوری فلانه این شده الان هنرمندی. الان تو آرتیستی؟ الان موت اینطوری شده قشنگ شدی؟ الان گوشای بلبل تولای انقدر مقایم کردی عالی شدی؟ این آدم از بین رفته است. این آدم به جایی نمیرسه. این آدم هیچ پیشرفتی نمی کنه. حتی اگر صد بار با این گروه های بزرگ بره کار انجام بده. اجرای اون کار تموم شد ولی آنچنان دیده نشدم. حتی نامید شدم خواستم برگردم شهرستان که نمیذاشت. تا اینکه با هزار بدبختی و قرض و قله تونستم یه موتور درب و داغون بخرم و به زور خرج خودم رو در بیارم. دیگه رفیقم موتورم شده بود. مونسم موتورم شده بود. موتورم تنها کسی بود که پا به پای من تو رویاهام با هم میومد و آخ نمیگفت و نامردی هم نمیکرد. ولی هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره. طرف های دو بعد از ظهر بود. چه فصلی تابستون، چه ماهی مرداد. از شدت گرما حالم بد شد. موتور رو زدم کنار، کلا کاسکت رو درآوردم، شروع کردم هوارداد کردم. طرف حسابم خدا بود. به خدا گفتم من اومدم اینجا بهترین بازیگر دنیا بشم، چرا الان پیک موتوریم؟ من اومدم اینجا عکسم بخوره سردر سینما، چرا پول یه فلافلم ندارم بخورم؟ من اومدم اینجا کار بازیگری بکنم، چرا هر کاری میکنم جز بازیگری؟
چرا اونی که پاره میشه به هیچ جایی نمیرسه ولی اونی که میرسه یه خط هم روش نمیفته؟ اصلا اینا کی هم راجع به بازیگری حرف میزنن؟ اینا کی هم که باید حتما از فیلتر اینا رد شد؟ کارم شده بود همین، تو توهم خودم به یه سری آدمایی که به جد نه استعدادی، نه آنی، نه هوشی، نه بدنی، نه بیانی، نه خوشگلی، نه سوادی، هیچی ندارن، اسم خودشون هم میذارن بازیگر، تو تلویزیونم اولدورم بولدورم هم میکنن واسه نسل ما. نسبت به همه چی عقده‌ای شده بودم. آخ 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 آخ. این دستیار کارگردانای کارهای تصویر، البته بگم دستیار کارگردانای خیلی خوب و محترمی هم داریم که با بازیگر خیلی خوب برخورد میکنن، ولی چیکار کنم؟ بداش به پست من خورد. هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که یکی از همین دستیارا بهم زنگ زد که برم سر فیلم برداری، بغض کردم، گفتم خدا رو شکر بالاخره دیده شدم، میرم اونجا انقدر خوب بازی میکنم آروم آروم به مرحله بعدی میرم. صبح رفتم دیدم غیر از من هزار نفر دیگه هم بغض دارم. تو توهم مارلون براندو، تو واقعیت سیاهی لشکر نیزه دار، کلمو میخواستم بزنم دیوار، ولی به خودم گفتم ببین بالاخره باید از یک جا شروع کنی و اینجا نقطه شروع توه. قرار شد با حرکت دست دستیار کارگردان همه ماها نیزه ها رو بگیریم بالا، بگیم ابن قزیفه. آقا اون درازه رو میدی به ما. سه دو یک حرکت. ابن قزیفه، ابن قزیفه، ابن قزیفه. نار میدم؟ چی میدم نار؟ نیم ابن قزیفه، ابن قزیفه، چون مادرت برو عقب، ابن قزیفه، ابن قزیفه، ابن قزیفه، ابن قزیفه، ابن قزیفه، ابن قزیفه، کات. من دیدم کارگردان اینجوری این ابی هم داره راه میره تو توهم خودش که چه کار فاخری ساخته. گفتم این بهترین فرصته برم جلو بگم آقا من سیاهی لشکر نیستم، من از شهرستان اومدم بهترین بازیگر دنیا بشم. دلم مثلا به دریا رفتم چرا، گفتم آقا آقا ببخشید خسته نباشید، من یه سوال داشتم. دیدم اینجوری نگام کرد، تحویلم نگرفت، رفت. سیری شدم رفتم گفتم آقا ببخشید من یه سوال دارم. گفت چه میگی؟ گفت چیه سوالت رو بپرس؟ گفتم خوب ابن قزیفه گفتم. گفت چه؟ گفتم خوب نیزه رو گرفتم. گفت تو همونی که صف سیوم سیاه لشکر رو بودی بعد آروم آروم خودتو کشون جلو؟ گفتم خدا رو شد خودش انقدر خوب ابن قزیفه گفتم دیده دارم. با اعتماد به نفس گفتم بله من بودم. گفت تو بودی؟ گفتم بله. گفت خیلی غلط کردی؟ خیلی بیخود کردی با اون قد کمپوزیسیون سنی من رو. قرار شد همه آدما توی کله توی سرنیزه ها رو بگیرن بالا بگن ابن قزیفه، ابن قزیفه. تو از اینجا به بالا ابن قزیفه. آقا احمدی کی این نیزه رو به این داده؟ این نیزه رو از این بگی پلانم دوباره تکرار میکنم. برو بیرون، برو بیرون. نامردا نیزه رو از من گرفتم، با پول خودم برگشتم، حتی تو سرویس سیاهی لشکر هم جام نبود. میدونی ایناست که منو نابود میکنه، ایناست که منو داغون میکنه. من اصلا ناراحت نبودم که بچه خوشگل به دنیا نیومدم، من اصلا ناراحت نبودم که بچه مایه‌دار به دنیا نیومدم، من اصلا ناراحت نبودم تو زندگی من پارتی وجود نداشته. من از این ناراحت بودم که دنبال هدفی رفتم، دنبال رشته‌ای رفتم که توش داره بهم توهین میشه. آقا نقش نمیدید ندید به درک، چرا توهین میکنید؟ یا اون یکی دستیار آقا جوری سر ما داد میزنه انگار ما حمالشیم، انگار ما بردشیم. میگم برو تو ببینم، برو 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 جواب تا برو. بابا یه مش حیوان برداشتیم آوردیم بابا، برو تو ببینم، برو تو دیگه. ببین گوش کن، گوشتو با من باشه، چشا ببین، همه شما با عظمت با حرکت دست من دقت داشته باشید، همه شما با عظمت با قدرت با ایمان با کله میری تو گل. این گلا بپاشه بالا فقط دوربین کثیف نشه. فهمیدی حیوان؟ من مثل همیشه تو توهم خودم بودم، دیدم بغل دستی به من زد گفت با توی. گفتم بله. گفت فهمیدی حیوان؟
من بود؟ با من بود حیوان؟ نه باشا بیا بر کارش شدم دعوا نداریم با کی حیوان؟ بیا اینجا تا من خشتگت جر بدم بینم بیا اینجا بیا اینجا نه غلط میکنی گوه مخوری به من فوش میده برای چی باید فوش بده؟ برای چی باید جلوی 300-400 نفر به من فوش بده؟ بیا اینجا خوشگله بیا اینجا بیا اینجا تو از زندگی که من داشتم چی میدونی جلوی 300-400 نفر به من میگی حیوان؟ تو از بدبختی هایی که من کشیدم چی میدونی به من میگی حیوان؟ تو از زجرهایی که من کشیدم چی میدونی به من میگی حیوان؟ حیوان قیافت حیوان هیکلت حیوان جد و آبادته که یهو دیدم رفیقم بیدارم کرد گفت چی میگی تو خواب داری فوش میدی؟ ولی خوشم آمد تو خواب خیلی خوب جلوش وایسادم ولی وقتی چشمامو باز کردم دیدم دستیار اینجاست و دیگه خواب نبود گفت فهمیدی؟ گفتم چی؟ گفت یه ساعت دارم توضیح میدم میگم اونجا انفجار میشه تو اینجا جلوی دوربین خودتو بنداز زمین بابا میگم اونجا انفجار میشه تو اینجا جلوی دوربین خودتو بنداز زمین دیگه گفتم چش چش آفرین ببین بهترین نقش این سکانسر رو دادم به تو دیده میشی برو به فامیلات هم بگو آقا خیلی ممنون دست پس اونجا انفجار شد من اینجا خودم رو بندازم زمین چش چش بسم الله الرحمن الرحیم یا حسین یا اول فصل خب آمده ای؟ برو سر جان یه آجوره چجوری بپرم 3 2 1 اونجا انفجار نشد اینجا انفجار شد یهو دیدم از دماغ و دهن و گوشم داره خون میاد عین وحشی آدم ها رو میدادم کنار فقط دنبال دستیاره بودم پیداش کردم یقش رو گرفتم گفتم ببین ما دیگه فیلم جنگی بازی نمی کنیم یا اونکی دستیاره گو یه نقش خوب دارم خوبیش همینه چلو آقای دیپ بازی میکنی حالا آقای دیپ که بود همون سوپر استاری که همه دوست داشتن از نزدیک ببیننش گفتم آقا تو رو خدای نقش آقا جون مادرت این نقشو بده به خدا 6-7 سال من توی شهرستان اومدم من استعداد دارم من شهرستان این نقشو بده ما بازی کنیم بابا چیزی نمیشه که آقا من یه هفته است دارم میام اینجا یه نقش بابا بده دیگه بابا نامرد این نقشه رو بده یه هفته از اینجا بابا بدیدین نمیمیرید که بابا ریدم تو سینماتون بدین دیگه بابا و الان اون داره بازی میکنه بچه خوشگل بچه مایه داره الان اون داره آه رفیقه هرچی خب ما هم الان میخوایم بازی کنیم نمیمیرید که یه نقشه من میترکونم به والله علی به عزت ده باز ده که خیلی خب بیا رفت صبح اومدم دیدم آقای دید رد شد درگیر دیدن آقای دید بودم که دیدم آقای از این بر رد شد شد دید درگیر دیدن آقای شد دیدم خانم از این بر رد شد دید شیخه همه رو بغل کردم همه رو ماچ کردم از روی این رون از روی این رون یهو دیدم دستیاره کشیدم کنار گفت چیکار داری میکنی وحشی گفت میچی آقا من یه همه بازی عجب نایده ببخشید من دیگه مزاحم نمیشم همینجا وای میستم گفت ببین نمیرسیم برو فردا بهت زنگ میزنم بیا بازی کن الان سالها گذشته و من منتظر فردا به خودم گفتم تو هنر که پول نیست تنها چیزی که میمونه عزت و احترامه اونم اگه نداشته باشی که ول معطلی حالا این دستیار کارگردانا به کنار خود همین کارگردانا البته بگم کارگردانای خیلی خوب و محترمی هم داریم که با بازیگر خیلی خوب برخورد میکنن ولی چی کار کنم بداش به پست من خوردن توی فیلم یکی از همین کارگردانه این که بگم کارگردانه با ما حرف میزد هیچ نگامونم نمیکرد کلن با گردفشانی هدایت بازیگری میکرد صحبا میومد یه پودر میپاشه میگو بیا 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 همه ماها و آره. نقش من
نقش من تو فیلم این کارگردان چی بود؟ من تو آسانسور وای میسم، در آسانسور باز میشه، نقش اصلی فیلم میاد تو، در آسانسور بسته میشه، آسانسور میره بالا، در آسانسور باز میشه، نقش اصلی که میره منم میرم. 3، 2، 1 حرکت. کات. مرسی. یه خود دیدم کارگردانه اومد شده گفت بیا بیا آفرین علافیو خوب بازی کردی. والا این همه بازیگر جوون علاف داری ولی علافیو خوب بازی کرد نه؟ همه هم هر رو هر رو هر رو هر زهر ما. به خودم گفتم تو درست میگی، بعد این همه بدبختی چی شد؟ اینکه تو یه لقبا به من میگی علافیو خوب بازی کردی؟ این که دیگه بازی کردن نمیخواد، من همین که رویامو واسه همه تعریف کنم همون لحظه به هم میگن علافی. یادم میاد خودم رو به عنوان بهترین بازیگر دنیا تجسم میکردم، بعد خودم از خودم مصاحبه میگرفتم. به نام خدا، منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه هواداره خوبم، در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید. متشکرم. سینمای ایران رو چطور می‌بینی؟ یه جوریه. چه جوریه؟ یه جوره ناجوریه. بذار سوالم اینجوری بپرسم، شیوه نورپردازی در فیلم مطب دکتر کالیگاری در سینما اکسپرسیونیسم آلمان چه نقطه عطفی در سینمای جهان داشته و با فلسفه اگزیستانسیالیست‌ها چه نقطه عطفی؟ سوال خوبی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. والا من که یه هو دیدم زنگ خونه رو زدن، خدا رو شکر منو از این توهم نجات دادن. دیدم مأمور گاز تا نگام کف خندید رفت. چرا؟ موها ژل زده، پاپیون، کت، شورت. من حتی تو توهم خودم کادر مصاحبه با خودمم مدیوم فرض کردم، ولی ایمانم از دست ندادم. به خودم گفتم بازیگری مثل قمار میمونه، مثل بازی حکم میمونه، یا دست خوب برات میاد آس با توه و یا نه و تمام. این همه عشق بازیگری داشتیم که عمرشون، جوونیشون، زندگیشون، سرمایهشون رو گذاشتن پای این بازیگری مزخرف لعنتی. آخرش هم هیچی نشدن. چی شد؟ به کجای این مملکت برم؟ کی یادشه؟ کی ارزش گذاشت؟ کی احترام گذاشت؟ یادم یاد اولین روزی که رسیده بودم تهران، از این که هجرت کرده بودم هیجان زده بودم، از این که احساس میکردم تو شهری قرار زندگی کنم که همه ی بازیگرهای معروفم هم تو اون شهر زندگی میکنن هیجان زده بودم. ولی کم کم واقعیت ها جای رویاهامو گرفت، واقعیت‌های تلخی که نمی‌خواستم باورشون کنم ولی وجود داشتن، دارن و خواهند داشت. هممونم می‌دونیم. آخه می‌دونید اینو فیلسوف‌ها میگن، میگن 3 عامل واسه مطرح شدن هر انسان لازمه: 1، نبوغ; 2، پشتکار; 3، شانس. میگن شما تو 2 عامل اولیه تاثیرگذاری، اما در عامل سومی نه شانس یا برات اتفاق می‌افته یا نمی‌افته. ولی من کل زندگیمو بسنده کرده بودم به 2 حرف: 1، شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش میکنه. 2، پایان همه چیز خوب. اگر پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش نیست. من حتی نتونستم آدمیو که دوستش دارم و نگه دارم، چون این رویای مزخرف بازیگری همه چیز رو از من گرفته بود، همه ی رابطه ها رو فراموش کرده بودم. به من میگفت تو طلبکاری؟ گفتم آره بابا من طلبکارم، من از عالم آدم طلبکارم، من از خدا طلبکارم، من از بچه مایه دارا طلبکارم، من از پارتی بازی طلبکارم. چرا نمیشه؟
اونم تنهام گذاشت برم. و الان بازیگر معروفی شده. از دو چیز میترسیدم. دوست نداشتم تو تنهایی بمیرم. دوست نداشتم از بوی بد جنازه‌ام بفهمن که من مردم. دوست نداشتم بگم بابات مرد، 1200 تومن تو جیبت بود. الانم این همه سال گذشته و این همه بدبختی کشیدی، آخرشم 1200 تومن تو. تمام این اتفاقایی که برام افتاده احساس میکنم ظاهرم رو خشن کرد. احساس میکنم زبرم کرده. احساس میکنم تیغ تیغیم. احساس میکنم هر کی دستشون برداره خط برمیداره. اما درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که به عشق کارتون فوتبالیستا و میتی کمان میشه اسپای تلویزیون. درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که غذای خانگی دوست داره. درونم هنوز همون بچه کوچولوی شهرستانیه که نمیتونم بگم خوشحالم، نمیتونم بگم ناراحتم، فقط میتونم بگم که من راضیم، چون مجبورم راضی باشم. اما خیلی سوال هست هنوز تو ذهنم. من کیم؟ چیم؟ هویت هم چیه؟ من چند نفرم؟ چند نفر منم؟ سرنوشتمون چی میشه؟ یه حرکت دست شما میتونه آینده این کاراکتر روی صحنه رو تغییر بده، اینکه چه زمانی بیاد بالا. پس خواهشاً به دور از احساسات و حتی بی‌رحمانه رأی بدید. شاید دروغ گفته باشه. سلام. خب چی بلدی؟ خیلی چیزا بلدم، فقط یه ذره هول شدم. بگو. من بلدم غذای خانگی درست کنم. خب من بلدم دعوا کنم. من بلدم پیک موتوری بشم. من بلدم هم مریض پرستاری کنم. من بلدم آدمیه که دوستش داره من دست بدم. قبول شدم. اونایی که موافقن من به رویام هنوز ادامه بدم دستاشان بره بارو. اونایی که مخالفن رویای بازیگری یه چیزیه، بازیگر بودن یه چیز دیگه است. اون وقتی استعداد نباشه بدونی تو هر چقدرم تلاش بکنی بیهوده است. مثلا اینه که تو کویر تو بخوای زراعت کنی. برای اینکه فکر میکنم که مثلا درصد زیادی از این آدمایی که به عشق بازیگری میان تهران به جایی نمیرسن. نمیدونم مثلا سیستم درست نیست، ولی فکر کنم همه جای دنیا همینه. خب شغل بی رحمی آدم سخت میتونه واردش. خیلی وحشتناکه ها، میدونی؟ یعنی جایی که شب میخوابی صبح پا میشی و متوجه میشی که مدت هاست رحمت خدا رفتی، خودت خبر نداری. تو اگر لیاقت داشته باشی یکم چاشنی شانس قاطی این لیاقت بشه،
اتفاق خوب و مهم برای تو میفته. میشناسمش. میشناسمش. اون جوون رو من میشناسم. آره بابا میشناسمش. کیه که نشناستش؟ نه من از نزدیک اصلا نمیشناسمش ولی اسمشو شنیدم. آره میشناسمش. یه روز اومد رد شد من صداش کردم. گفت ببخشید من نمیتونم وایسم و رفت. بچه پررو بود. پرروگریشو دوست داشتم. ببین این آدم کودکی منو ساخته و خیلی خیلی برام تلخه. اکنونش این اتفاق افتاده. بهش احترام میذارم. به هر حال یه شرایطی پیش اومده که این اتفاق افتاده. خیلی هم تلاش کرد، زحمت کشید. ولی خب نشد دیگه، آخرش به جای خاصی نرسید، یعنی نتونست اون چیزی که میخواد بشه. ولی خب من الان خیلی ارادت دارم بهش، حالا از سر اجبار باشه یا همینجوری دوستیم، ولی به هر حال آدم بزرگی، حالا به اون چیزی که میخواست نرسید. آخه خب شانس نداشت. اصلا بعد اون سانحه ای هم که بنده خدا براش اتفاق افتاد دیگه روحیش از دست داد. ولی خب تو اون موقعیت هم خیلی بامزه بود.